درون و از پنجشنبه به بخش عمومی بیمارستان منتقل شد. شمار موارد ثبت شده ابتلا به کرونا در بریتانیا به 80,000 نفر نزدیک شده و حدود 10,000 نفر هم جانشان را از دست دادند. یاسمین میزر، سردبیر نشریه کریتیک و پژوهشگر ارشد در دانشگاه آکسفورد از همین شهر با ما هستند. خانم میزر، شما چطور دیدید عملکرد دولت رو در مقابله با کرونا؟ ببینید، دولت میدونست که امکان اپیدمی هست. در 2016 حتی یک آزمایشی راجع به این قضیه انجام داده بودن، میدونستند وضع نیچست بده، پیشگیری نکردند برای تقویت بهداشت عمومی، سازمان بهداشت عمومی. ولی بدتر از اون، در بین میانه ماه فوریه تا میانه ماه مارس تأخیر گسترده‌ای در پیاده کردن سیاست‌های جدی برای جدایی اجتماعی، بستن مراکز اداری غیره در دستور کارشون بود. یک، جان مردم کم اهمیت تر بود از موقعیت اقتصادی، یعنی اقتصاد رو برتر دونستند بر جان مردم و حتی توجیهاتی در این رابطه مطرح کردند. دوم، دولت آقای جانسون هم مثل جمهوری اسلامی ایدئولوژی داره. ایدئولوژی ایشان دخالت حداقل دولت در مسائل حتی وقتی با یک فاجعه اجتماعی روبرو میشیم، در نتیجه کم کار کردن در این رابطه. ولی نارضایتی هایی که الان از مردم میشنویم در برابر عکس العمل مخصوصا کارکنان بخش بهداشت به اینیه که وسایل کافی نیست، ماسک وجود نداره، لباس امنیتی برای پرستارا، پزشکا وجود نداره. در یکی از کشورهایی که شاید یکی از ثروتمندترین کشورهای جهانه و شاید از بخشهایی از جهان سوم بهتر نباشه، بدتر نیست ولی بهتر نباشه. اما از طرفی دولت میگه که اقداماتی که انجام داده همه بر اساس توصیه‌های پزشکی بوده. اولش گفته بودن که حالت مصونیت گله‌ای مناسب تره و اون رو پیشنهاد کرده بودن. بعد از این که مشاورای دولت تحقیق کردن و به این نتیجه رسیدن که اگر دولت دخالت نکنه 250,000 نفر کشته میشن، بعد دولت اومد و این قوانین محدود کننده رو گذاشت. از طرفی گفتن که به هر حال دارن پول خیلی زیادی رو خرج میکنن برای اینکه حقوقی کسانی رو که الان در خونه نشستن بیکار شدن بدن، به این ترتیب که اقتصاد ضربه نبینه. درسته که برخی نظرهای پزشکی با هم متفاوته و در همه جا چنینه، ولی انتخاب مسئولیت گله‌ای با آقای جانسون بود و با مشاورین نزدیکش مثل دومینیک کامینگز و اینها به نظر سیاسی اینها متناسب تر بود این دید و به این دلیل رفتن پاش. ولی طبیعی بود همون موقع واضح بود که این دید اقلیتی است در میان پزشکان و دیدی است که پس از جدایی اجتماعی میتونه نتیجه ای بده. در رابطه با حقوق ها، بسیاری از کسانی که در بریتانیا کار میکنند کار رسمی ندارند و در نتیجه اون مزایا و حقوقی که داره مطرح میشه تنها برای کسایی است که کارکنان بخش‌های جدی‌تر به اصطلاح کارکنان رسمی هستند، نه بیش از 60% کارکنان. آقای جانسون پارسال انتخابات رو برد و اکثریت رو به دست آورد. الان حتی حزب مخالف هم داره میگه که به هر حال این انتقادها رو ما باید بذاریم برای اینکه بعد از اینکه این بیماری خطرش از بین بره. شما چطور میبینید آینده رو برای حزب محافظه‌کار و آقای جانسون بعد از اینکه این سوال‌ها به طور رسمی در پارلمان و از طرف سیاستمداران مطرح بشه؟ من فکر میکنم جدا از اون چه که احزاب مخالف مطرح بکنند، مردم عادی دارند در بیان رسانه‌های اجتماعی، در بیان احساساتشون به کارکنان بهداشت، کارکنان اضطراری نشون میدن و در نتیجه اعتراض ها گسترده خواهد بود. آیا دولت و پارلمان در همه احزاب سیاسی موجود بتونن جوابگوی این اعتراض ها باشند و یا برن پای سرکوب اونها، قابل بحثه. متاسفانه نمیشه در حال حاضر پیشبینی دقیقی کرد. خیلی ممنونم ازتون. یاسمین میزر، سردبیر نشریه کریتیک. نگاهی بندازیم به سرخط خبر.